کردی من نمیتونه خونه بار شهر داشته باشم، آخرین ماشین زیر پام باشه، برای زنم طلا بخرم، لباسای رنگ برنگ بخرم. میخواستم برای من برین خواستگاری. خب برو. کجا برم؟ من برای خواستگاری تو مونده بخوام. دکتر همته که چیزی نگفتی؟ هنوز نه، تا جواب آزمایشت بیاد یا دیر به دیر بیای سراغم. بلدی بشینی کاپیتان؟ مگه نگفتم بوده هاش صادق به کابل من ممنونه. یه سرم به مادرت بزن، یه زرم جنم داشته باش، دست خانم بچه تو بگیر بیا خونه ما. به خود دلمون برای این بهاره نوامون شده. حرفتون خیلی خوب بود، واقعا خوب. جدی؟ خب پس لان بی جواب نزد بهش. به حرفایی که زدم خوب فکر کن، بذارین دو دلی هات یک دلش. حقتونه که خوب فکر کنی، بالاخره استفاش موضوع خیلی مهمه. استاد خودم شنیدم داشت میگفت راجبش فکر میکنم. خودم شنیدم. چه میگی حقه با؟ شما به خانم عزیزی حرف زدی؟ آره حرف زدی. یکی هم راجب خاطرات قدیمی با پدرش. خاطرات؟ راجب اون موضوع؟ کدوم موضوع؟ کدوم موضوع؟ همون اون؟ آها خب باشه، به موقعش، هر چیز موقعی داره دیگه. ای وای، خب بابا میگم به موقعش. قسمت 24. بی خود نیا داداش زاده. بابا عاقل باشی، این کارا یعنی چی آخه؟ عاقلم که میگم، شما نیا، فایده ای نداره. الو 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 لیلا خانم، مواد منفجره و اسلحه از روی رنگ و سایه ها و اندازه مشخصه، اما شما باید به یک تجسم سه‌بعدی دست پیدا بکنید. باید شکل اجسام رو به سرعت تمام به ذهن خودتون بسپرید، چیزی که از یه زاویه ممکنه یه برس معمولی به نظر بیاد، شاید از زاویه دیگه یه چیز دیگه باشه. حالا این شکل احسان تو بگو، به نظر تو این چیه؟ به نظرم یه جعبه لوازم آرایش میتونه باشه. یه جعبه لوازم آرایش. حسین تو چی؟ میتونه یه جعبه مداد رنگی هم باشه به نظرم. مداد؟ خب خانم بختیاری شما؟ به نظرم یه جعبه لوازم آرایشه، یا یه چیز مثل سشوار که سیم دورش پیچیده، اینا میتونه باشه. خانم عزیزی شما چی میگی؟ منم فکر میکنم شارژر لوازم برقی و جعبه لوازم آرایش. خیلی خوب، حالا شما 5 ثانیه فرصت دارید که اینو رو تشخیص بدید. مسافرها پشت هم قطار شدن، پس جای شک و تردید و دودلی وجود نداره. میتونیم بگیم بستر رو باز کنن؟ چرا که نه؟ اما شما در طول شبان روز فکر میکنین چند بار بتونین این کارو بکنین؟ ها؟ خب کار سختیه، زمان بره. این دستگاه به شما برتری میده، اما اگه کسی بخواد چیزی رو از گیت عبور بده، از برتری شما قطعا خبر داره. اگه ما فرض بکنیم 70% بسته‌ها مال همون افرادیه که دارن اونا رو حمل میکنن، خب در این صورت چیزایی که داخل چمدون‌ها و بسته هاست با ظاهر صاحبان خودشون حتما کامل میشن. حالا میریم سراغ این ساکه، بازش میکنیم که ببینیم چی توشه. بله، چیزی شبیه مداد رنگی، لوازم برقی و یه سشوار. ها؟ من نمیخوام کار رو پیچیدش بکنم، فقط میخوام بگم که کار ساده ای رو انجام نمیدید.
سلام باش. سلام سلام میشه سلام. معلوم داری با خودت چیکار میکنی مرد حسابی؟ چرا تلفن تو جواب ندادی؟ برقش اینم گرفته دیگه. برق تو همه عالمو گرفته. بهش میگم درستش میکنم گوش نمیده که. تو درستش میکنی؟ تو؟ حالا با کمک شما. من نمیدونم این چه کاسبین اون آب داری که خودت انداختی تو چایی که ته نداره داری منم با خودت میکشی پایین. خب من دست به هر چی میزنم. بدون سعید بابا. نگاه کردن مدام به مانیتور باعث خستگی میشه و ضریب اشتباه رو بالا میبره. دو نفر باید هر 30 دقیقه با هم جا عوض کنن. تو هر شیفت کاری این جا عوض کردن باید چندین بار تکرار بشه. خیلی خوب، شما ادامه بدید. گفتی گرفتاری؟ بله استاد گرفتارم. گرفتاریم هنوز حل نشده. خیال میکنی حواسم بهت نیست؟ یه خط در میون میای، دیر میای، زود میری، اونم با هر بهونه. بهونه نیست استاد، دارم رو امکانات حفاظت زمینی تحقیق میکنم. خب کشف اقدام به ربایش اگه روی زمین خونسا بشه هم احتمال اقدام خطرهای آسمانی کم میشه. هم قرار بود من بزنم خودت زدی. حالا چرا اومدی اینجا پشت قایم شدی؟ من قایم نشدم. چرا دیگه قایم شد؟ بیا تو کلاس. بیا. گفتم که گرفتارم استاد. من اصلا خوش ندارم کسی بیاد پشت در کلاس من فالگوش وایس. استاد من فالگوش وای نشدم، داشتم رد میشدم. رد شدی که برو ببین اخوان. بله استاد. من یکی به تو بده کارم. قرار بوده یک کاری برات بکنم، خب دست به دست کردم و یه طور دیگه شد. پس بده ایمو بهت میدم، خودم حرف میزنم. استاد بابت اینکه میخواین بدهیمو بهم بدین واقعا ممنونم. به من خیلی لطف میکنین استاد، ممنونم. چوب خطت پر شده دیگه، هیچ گرفتاری و هیچ بهونه هم قبول نمیکنم. استاد گزارش بچه‌ها آماده است، تشریف نمیارید؟ شما بفرمایید. چشم. با اجازهتون. نسخت مال 3 هفته پیشه، چرا الان؟ گرفتاری. خیره؟ کار دیگه. کار که همیشه خیره. تموم شد. سفارشی بوده. محض خاطر خانم دکتر همتی. دادن آزمایشت که 3 هفته طول کشید. گرفتن جوابش هم معلوم نیست کی بیه بگیر، به خاطر گرفتاریت. میام، به موقع میام میگیرم. حاضر شد ما میدیم به خانم دکتر همتی. نتیجه آزمایش رو به هیچ کس نمیدی، مخصوصا خانم دکتر همتی. من به خاطر خودت گفتم که نری بیه. ممنونم، اینجوری راحت ترم. سفارش هم نمیخوام. از این ورا؟ من دانشگاه کلاس داشتم تشکیل نشد اومدم بیمارستان. شما از این ورا؟ من اومدم ملاقات یکی از بچه‌ها. باز حمله قلبی، نمیدونم این حمله قلبی قضیه چیه. الان ملاقات بعد از ظهره، فرصت نداشتم تو این چند روزه. خب کی هست این بنده خدا؟ اتاقش، تختش، جو سی سیوه؟ بود یه خورده دیر اومدم، گفتم مرخصش کردم. خب خدا رو شکر. آره واقعا
خدا رو شکر. میگم شما اینجا گم نمیشین؟ یک ساعت تو این پلا دارم میرم بالا میام پایین. آقا گم نمیشیم، شما زیادی اومدی پایین. میگم الان تو توی آزمایشگاه نبودی؟ به هر حال اگه میخوای بری بیرون دو طبقه برو بالا. بالا میگم خدا رو شکر تو اینجا بودی، وگرنه من چیکار میکردم؟ من امشب پرواز دارم، کار نداری به من؟ دارم میرم، خدافظ. امین چه گیج میزنی؟ میگم اگه میخوای بری بیرون دو طبقه برو بالا. واسه چهارشنبه هم یادت نره من شیفتم. آ خیالت راحت باشه، هماهنگم، یعنی با برات هماهنگ کردم. خدافظ. بالا. بالا. امین سقف خونه رو با بچه‌ها نیارین پایینا. خیالت راحت، این دفعه نوبت سقف طبقه پایینیه. میگم تو رو خدا بچه‌ها نشینن زیاد پای تلویزیون، غذاتون رو به موقع بخورین، به اندازه گرم کنین، چیزی هم بیرون یخچال نه. الان وقت این حرفاست؟ خب یا تو پروازی یا من شیفتم، الان که گیرت آوردم. کیف و کتاب بچه‌هام چک کن چیزی جا نذار. خانم دکتر همتی اتاق عمل. خانم دکتر همتی اتاق عمل. بودو بودو کار دارم، بودو نشو صابونه بچه هم به ویاتور خدا یه لقمه ای تقریم دست دم. خانم دکتر همتی اتاق عمل. راستی خانم دکتر گفتی چی؟ من دقت نکردم. سقف طبقه پایینی، کف طبقه بالایی. آقای کاظمی پرواز 21-16 خداحافظ. باری کلا اوه 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 حواظ باش بریم خواهد بزن چیزم بیار بگیر بگیر بودو بودو از همونجا از همونجا اینجوریه بودو بر تو اتاقت بودو بیامو ببخشتم برو تو اتاقت، من میخوام یکم با اون صحبت کنم، بعدم با بهار میام دنباله، بریم با هم با ببرده یه جلال کباب خوردی، بودی بیرم باشم باید زحمت از شما درد کنم بفرم زنده داشت، من نمیخوام خدایی نکرده تو کارتون فضولی بکنم ولی خودت میدونی که زندگی زیر و بالا داره، کم و زیاد داره و بهتره که بچه ها رو نکشیم وسط. پفلک ها از همه جا بیخبرم. چرا باید بیام وسط بازی ما بزرگتر ها؟ وسط گفتگوهای بی خودی ما. شما جای من. یه دفعه بفهمی خونتون رهنه بانکه میخوان خونه رو بذارن هرات چی کار میکنی؟ والله اینم اولین بار که من دارم از زبون شما میشنم. سعید به منم نگفته. به شما که به قول خودش حق پدری به گردنش داری نگفته. به شما که شریکشین. شریکش؟ به من گفت با شما توی این بیزنسه که من قبول کردم کار کنه. به هر حال صادق خان بیگدار با آب نمیزنی. میزنی؟ نه والا تا اونجا که بتونم نه. اگه میزدید که الان آمنه خانم هم مثل من آواره شده بود. چی بگم لیلا خانم؟ وقتی پول بی حساب کتاب میاد تو زندگی آدم برو بیای زیاد میشه، ریخت و پاشش زیاد میشه، تهش میشه همین. به نظر من شما باز زودتر از این پاپی سعید میشدی. ازش میپرسیدین پولا کجا میاد، چه جوری خرج میشه، از کی میگیره؟ سوال کردم، گفت داره با شما کار میکنه. منم اسم شما اومد خیالم راحت شد، وگرنه من چه میدونستم که قراره اینجوری آواره بشیم. شما میدونین الان اجاره خونه ها چقدره؟ دو روز دیگه وقت مدرسه بچه است. اون وقت ما باید هی از این خونه به اون خونه، از این مدرسه به اون مدرسه. شما خودتون یادتونه ما این خونه رو با کمک شما خریدیم، اما اینجوری رفت به باد. حالا شما بفرمایید من چی کار کنم؟ صبر یکم هم خود دار باش، خدا کریمه، توکل کن به خدا درست میشه. ما هم داریم یک کارایی میکنیم. اینم امروز به من گفت، حالا که من مثل مرغ پرکنده شدم گفت ما داریم یک کارایی میکنیم. اما من دیگه باور نمیکنم، نمیدونم راست میگه یا دروغ. من برگاه رو نگاه کردم، چیز مهمی نیست.
اموش جریمه است. جریمه رو میدیم و خونه رو انشالله از رهن در میاریم. من میگم شما قدم رنجه کن یه مدت بیا خونه ما. آمنه همیشه از دیدن شما خیلی خوشحال میشه. من سعی میکنم کارا رو درستش کنم انشالله. شما بزرگتری. چشم. یا علی. با اجازه. سعید این پرت و پلای چیه به خانمت گفتی؟ این کی هم دست و شریک تو بودم؟ داداش خب من اگه اینجوری نمیگفتم که راضی نمیشد. مثلا الان راضیه؟ الان قبول کرده؟ خب منم مثل شما مثل مردای دیگه. مگه شما غیر آسایش زن و بچه چیز دیگه میخوای؟ ها چیز دیگه میخوای؟ قرار یه مدتی بیاد خونه ما. بهش قول دادم قرار درست کنم. تا مثل بچه آدم چند روز دیگه چند تا شاخه گله یه جعبه شیرینی میگیری میای ازش عذرخواهی میکنی و برش میگردونی سر خونه و زندگیش. کاغذم دست من باشه تا ببینم چیکار میکنم. خوشحال شد. میخواستم بعد از کلاس بمونه که یه خورده با هم دیگه صحبت بکنم. تو دختر مرتضی هستی، سخته با کسی که مثل تو خب از یه چیزایی حرف زد، اما بعضی چیزا هستش که برای همه هست، تقریبا برای همه هست. به قول معروف میگن دیر و زود داره، اما باز تقریبا میگن سوخت و سوز نداره. من میدونم شما راجع به چی میخواین صحبت کنید. جدا؟ بله. خب اگه میدونه که من خیالم راحته. راستشو بخوای من اینجور حرفا برام خیلی سخته، خیلی سخت. خیلی هم برام پیش میاد ولی سخته. خب یکیش همین سجاد پسرم، الان خودم تو یکی از این سختاش مونده. راستش علیرضا هم برام عین پسرم و تو هم برام عین دخترمی، مثل دختر نداشتم. واقعیت اینه که من هیچ تصمیمی ندارم. نمیدونم، باید فکر کنم، ولی الان هیچ جوابی ندارم بهتون بدم. پس اونه که من نمیدونستم اینه که یعنی باید بهش فکر کنی؟ اونی که شما نمیدونستید اینه که من هیچ تصمیمی ندارم. یعنی خب فعلا آخه من الان تمام تمرکزم روی کارمه، دوست ندارم به چیز دیگه ای فکر کنم. ببخشید، به من اجازه مرخصی میدی؟ با اجازهتون استاد. عجب، اینو اصلا ازش خبر نداشتم. Thank you.
افتاده تو زمین. دست درد نکنه. بندازش دور. اون دیگه کثیف شده. آه میندازمشون دور. اهل جنوبه اما طاقت گرما نداره. بیشتر بیتاقتیش واسه ترسه. ناخدا مرد دریاست. از هواپیما خوف داره. میگه از گرماست. به روش نمیارم اما میترسه. بهتر که به روش نمیاری. اینم بگمونم از دلشوره پریدنه. صد بار بردمش دست با. چاره دیگه ای نداری؟ گفتی رحمان با تو با من دیگه تو قول میدی قسم نخوری من پاجه را نمیذارم. چرا به خیر فکر نمی کنی ناخدا؟ تو قسم بخور ما به خیرشم فکر میکنم. میتونم کمکتون کنم؟ نه از پرواز میترسم. ناخدا؟ ناخدا گرگ بارون دیده است. قسم میخوری نه؟ قول میدی نه؟ قول میدم خدای واحد قسم میخورم. خوب شد؟ بفرمید انتهای راه رو دست راست. ممنون. لعنه یاد گرفتم خودم میبرم. فقط دقت کنید تا وقتی که چراغ روشنه کمربن باید بسته باشه. چشم بسته باشه. چشم ویل کن بدنم درد میکنه. برش کن یکم تاب بیار ناخدا. ایشالله میرسیم تهران یه طوری درستش میکنیم. یه مسلمونی پیدا میشه دستمونو بگیره. امیدم به خدا. بخوای ناخدا؟ هر چی میخوای به رحمانت بگو. نفس رحمان نفس بن نمیرسه. ناخدا داره میره. نداری تو این هواپیما؟ مشکل پدرتون چیه؟ نفسش میگه نفسش بالا نمیاد. بنشونید این هواپیما رو. نمی اومد به حرف من اومد به حرف من راضی شد.
آروم باش، با داد و بیداد که نمیتونی کمک کنی. چی شده؟ ناخدا داره میمیره. نمیمیره، ما بهش کمک میکنیم. اسم چیه پسر جون؟ ما رحمانو. ببخشید، میگه رحمان بیاد. ها، مانو میگه بیا. رحمان، تو به ما قول دادی ها؟ حرف نباید بزنی ناخدا، آروم باش. من اینجا نمیتونم بهت کمک کنم، باید جا به جات کنم. خانم بی زحمت ببینی تو هواپیما پزشک هست یا نه. لطفا اینجا رو خالی کنی. هشی بر اینجا بفرمی، شما من میتونم سری فیل لطفا. به تنش نمیشه دستت، تنش تو خاموش کردن آتیش لنج سوخته. تنگی نفسش هم از همینه. به هر حال باید جا به جاش کنم. میخوام بخوابونم تو اونجا. اینو بگیر لای دندونات. کمکش کن. کمکش کن. هرچی دوا و پماد داره بیار برم. آروم آروم باش. مسافرین گرامی، علی برهانی هستم، کاپیتان پرواز. متاسفانه برای یکی از مسافران ناراحتی پیش اومده که من خواهش مندم اگر پزشکی بین شما عزیزان هست خودشو برای کمک به سر مهماندار پرواز معرفی کنم. تا ابیان میریم تهران، اونجا به زخمت میرسی. دل به دلت دادم، گفتم بسرام میکنه حسرت به دل بمونه که میخواست برا بوش کاری بکنه. اون کرد، فقط میخوام برام یه کار بکنه. میخوام تو خونه خودم چشم رو هم بذارم. از این حرفا نزن نخودم، هر کاری هم برات بکنم کم کردم. بیم بسرام، ما حلال رومی نکردم، اولین جمع خدا گواهه مدت سوختنش بی تقصیر. همه یه بندری ها میدونه. بندر ولش کن، تو چی میدونی؟ من از همه یه بندری ها بیشتر میدونم. نه خدا یه تن مون تو لنج تا آتیش نزله به بار مردم. جاشو از ترس تل دادا به آب. نه خدا مون تنها. من قول دادم برات میگردم، سالم برد میکردم. ببین پسرم، تهرون دردی از ما دوا نمی کنه. ناخدا مرد دریا، دریای سلابه، دریا بالیوار. خیلی برا دریا تنگ شده. بفرمایید آقا، بفرمایید. میتونم کمک کنم؟ نه خیلی ممنون. بفرمایید، جاتون ترک نکنید لطفا. آقا چی شده؟ ما خودمون هم هنوز نمیدونیم. بفرمایید، خواهش میکنم. ببخشید. بیا این کمکش میکنه بهتر بتونی نفس بکشی. متاسفانه هیچ پزشکی توی هواپیما نیست. این ارتفاع مشکل براش ایجاد نمیکنه. منظورم اختلاف فشار کابینه. چرا؟ احتمالا این خونریزی زخمای سوختگیش مال همینه. خب آخه با این وضعیت تنفس یه وقت خدایی نکرده قلبش از کار نیفته. رحمان، تهرون ناخدا رو میخواستی پیش یکی ببریم. گفتم بیمارستان سوختگی هست، اونقدری پول داشتیم که بلیط این رفتن رو بخرم. تو تهران کار میکنم، راضیش کردم که بیاد. من راضیش کردم که بیاد. حرفم گوش کرد. کار خوبی کردی. ناخدام کار خوبی کرد که حرف تو رو گوش کرد. تهرون که رسیدیم باقیشو بسپر به من. شنیدی ناخدا؟ نگفتم خدا بزرگه؟ خدایا شکرت. ما
که حداقل تا یک ساعت دیگه تو همین ارتفاعیم. امیدوارم تا تهران دووم بیاره. کمکش میکنیم. باهاش هستیم تا برسیم تهران. انشالله. امیدوارم. ناخدا بذار اون صورتت باشه. ناخدا 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 باشم اینا بذار اون صورتت. ناخدا نفس بکش. ناخدا تو راه تهرانی. ناخدا داری میرسیم. نفس بکش تو خدا. ناخدا رو ببین. ناخدا ناخدا نفس بکش. کمکش کنید دیگه. خیلی خوب. ناخدا ناخدا با تو هم. شما گفتی کمکش میکنید. یه کاری بکنید آقا. یه کاری بکنید. ناخدا مگه نگفتی کمکش میکنم. کمکش کن دیگه. گفتی بسپرش میکنم. بسه دیگه رحمان. مسافرین وحشت زده میکنی. تو مگه نگفتی بسپرش به من. منم سپردمش به تو. جواب مادرم رو چی بدم؟ جواب قهرم رو چی بدم؟ ناخدا ناخدا رو سپردمش حال بیمارمون چطوره؟ متاسفم. به تهران میگم چه اتفاقی افتاده تا براش آمبولانس مهیا کنم. به بوشهر رنم کن. چرا اونجا هم اونجا؟ برمیگردی. برمیگردی؟ مگه میشه؟ اعلام کن. به بوش بگو برمیگردی. متاسفم. من دلیلی واسه این کار نمیدونم. دلیلشون بیرونه. دلیلش پسر ناخداست. اون به امید درمون کردن باباش را افتاده اومده تهرون. پدرش رو راضی کرده ببره تهرون. هیچکی منتظرشون نبوده. نه جا داشتن نه پارتی. حالا اون پسر تا وقتی که عمر داره خودشو نمیبخشه. تا عمر داره خودشو مسبب کشته شدن باباش میدونه. آخرین چیزی که ناخدا از پسرش خواسته اینه که برش گردونه. آخرین چیزی که یه پدر از پسرش خواسته. علت درخواست فرود اسرائیل لطفا بگید. یعنی 457 we have sick passenger on board. تو همون ارتفاع باقی بمونی تا اعلام وضعیت کنم. ولی من مجبورم گزارش کنم. انتقال این بیمار مجبوریم دوباره در فرودگاه مبدأ فرود بیاییم. بعد از انجام تشریفات دوباره به سمت تهران حرکت کنیم. برای ناخدا طلب و آمرزش میکنیم و از طرف خودم و همکارانم به بازماندگانشون تسلیت میشیم. خانم آقایان،
انشاءالله تا دقایقی دیگر در فرودگاه بوشهر به زمین خواهیم نشست. درجه هوا 22 درجه سانتیگراد با نصف باشد. متشکرم. من عوضی ندارم که به شما بدم. برام دعا کن. فیروزه است. سوغات کربلا. یادگاری من و ناخدا. عوض خوبی هایی که در حق ما کردی آقا رحمت. ببخشید دیگه. یادگاری ناخداست. این روزا میگذره رحمه، تو بزرگ میشی، دوماد میشی، بعد روز دومادی تینو دستت کنی. نمیتونم از اون فکرم بشی. نه برای اون دعا کن. نه من، بلکه همه بنده برای شما دعا میکنم. قبول دارم یک کمی احساساتی شده بودم. یک کم؟ میدونم که یه چیزایی رو زیر پا گذاشتم. تو گزارشم دلایلشو نوشتم. گرچه همه اون دلایل احساسی هستن. به هر حال من تابع رأی هستم که برام صادر میشه. وقتی این کارو میکردم به همه عواقبش فکر کردم. میدونم کارم از لحاظ قانونی قابل دفاع نیست. گاهی وقتا آدم ها با اینجا جلو میرن. من تمام تلاشمو میکنم که مقامات بالاتر رو راضی کنم که سوابق تو رو در نظر بگیرن. چند تا گزارشم خدمه پرواز رد کرده که مثبته. شاید یه تخفیفی بهت بدن. مرتضوی یکی دو هفته از برنامه های پرواز بیرونی تا تکلیفت روشن بشه. بگیر. مرتضوی، تو گزارشت خوندم که برای پسر ناخدا یه کارهایی میکنی. رو منم حساب کن. ممنون. این فیلم بر اساس اسناد و رویدادهای واقعی ساخته شده است. برخی اسامی و تاریخ تغییر کرده است. فرزانه به جون خود همیشه قبل از اومدن جا به جا میکردی. سر مخفی قاتل ناپیدا. این روزا خیلی اهل اسرار مخفی شدی آقا امین. ما با هم نیش با کردیم، کرکر کردیم تو دلت بخواد. اما اگه گره ای هست که به دست من باز میشه بگو. لاغرده چکو دادن دست شرقم. میترسم یه وقت بیا سراغشون. به هوای این داروها دیدار من و شما هم شده توفیق اجباری.